خب در قسمت اول فیلم آموزشی پایتون شما بایستی با نحوه نصب پایتون آشنایی پیدا کنید. برای نصب پایتون شما به سایت python.org مراجعه می کنید. به این آدرس به قسمت دانلود که برید قسمت های مختلفی وجود داره مثل ویندوز، مکینتاش و لینوکس و پلتفرم های دیگه. حتی میتونید به سورس کد پایتون هم دستی پیدا کنید چون نرم افزار اوپن سورس رایگانی هست. شما اگه مثلا به قسمت ویندوزش مراجعه کنید میتونید پایتون رو متناظر با 64 بیتی یا 32 بیتی کامپیوتر خودتون دانلود کنید. حالا سوال اینجا خیلی از ما پرسیده میشه که من پایتون 2.7 رو نصب کنم یا 3.5 رو. پایتون 2.7 و 3.5 خیلی تفاوت‌های بنیادینی با هم دیگه ندارن. ولی یه سری قابلیت‌ها هست که هر کدومشون داخلشون وجود داره که برنامه نویسی برای بعضی از کاربردها با پایتون 2.7 خیلی راحت‌تر از پایتون 3.5 هست. به همین خاطر شما بایستی خودتون برید جستجو کنید که مثلا هدفتون چیه. بعدا میخواید پایتون رو یاد بگیرید میخواید از پایتون تو کدوم کاربرد استفاده کنید. اگه میخواید تو پایتون تو زمین های ماشین لرنینگ مثل مطلب ازش استفاده کنید پیشنهاد ما به شما پایتون 3.5ه. ولی ممکنه شما بعدا پایتون 3.5 رو یاد بگیرید بعد برید تو اینترنت یه تول باکسی رو دانلود کنید و ببینید پایتون 2.7. به همین خاطر برنامه‌نویس‌های حرفه‌ای پایتون سعی می‌کنند با هر دو تا زبان تا یه مقداری آشنایی داشته باشند و شما هیچ مشکلی هم براتون وجود نداره. میتونید هم 3.5 رو نصب کنید و هم 2.7 رو، یعنی هیچ گونه محدودیتی از این لحاظ براتون وجود نداره. نصب پایتون هم هیچ گونه کرک یا کار خاصی نمیخواد انجام بدید. خیلی هم نرم افزار کم حجمیه، میتونید به راحتی دانلود کنید و اونو نصب کنید. بعد از نصب پایتون شما یه پنجره به نام IDL براتون ظاهر میشه. این پنجره IDL پنجره ای هست که شما میتونید توش کامند های پایتون رو بنویسید و تست کنید و نتیجه رو ببینید. مثلا من اینجا 2 به اضافه 3 رو می‌نویسم. مثلا برای من یه جمع ساده رو انجام داد و خروجی رو برام چاپ کرد. پایتون خیلی ویژگی‌هاش شبیه نرم افزار مطلبه. به خاطر کسانی که با مطلب آشنایی داشته باشن خیلی سریع پایتون رو یاد می‌گیرن، میتونن داخلش کدنویسی انجام بدن. ما دو تا فیلم قرار تهیه کنیم. یه فیلم که الان شما دارید میبینید فیلمی است برای کسانی که اصلا مطلب بلد نیستن و میخوان پایتون رو یاد بگیرن، ولی یه فیلم آموزشی دیگه هم داریم به نام مهاجرت از مطلب به پایتون که داخل اون برای بچه‌ای است که مطلب رو حرفه‌ای بلدن، خیلی در عرض شاید 2 روز 3 روز میتونن سریع پایتون نویس حرفه‌ای بشن. ولی فعلا ما داریم در مورد کسانی آموزش میدیم که اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد مطلب ندارن. این محیط محیطی است که شما میتونید داخلش کامند های پایتون رو بنویسید و خروجی رو ازش بگید. حالا خروجی میتونه رسم باشه، رسم نمودار باشه، یه شکل باشه، یک محاسبات خیلی سنگین باشه، هیچ مشکلی نداره. هر چی بخواید میتونید اینجا بنویسید و پایتون براتون اجرا میکنه. ولی ما در کاربردهای واقعی احتیاجی که یک دستورات خیلی زیادی، شاید 100 تا دستور پشت سر هم رو بایستی بنویسیم و اجرا کنیم. تو این حالت شما دیگه نمیتونید بیاید از محیط کامند نویسی استفاده کنید. یه راهش اینه که شما میاید از یه نرم افزاری به نام نوتپد پلاس پلاس. این هم یه نرم افزار فری هست. اگر به
سایت ایران مطلب قسمت آپارات برید، ما یه فیلم آموزشی در مورد قابلیت های نرم افزار نوتپد پلاس پلاس به صورت رایگان قرار دادیم. برید داخل قسمت آپارات ما، خیلی قسمت آپارات برید، اگه به پایین سایت بیاید بر روی کانال ما در آپارات که کلیک کنید میتونید این فیلم آموزشی نوتپد پلاس پلاس رو پیدا بکنید. یه فیلم خیلی کم حجمیه و با قابلیت های خیلی مهمی که این نوتپد پلاس پلاس داره شما رو آشنا میکنه. بعضی از برنامه‌نویسان پایتون میان کداشون رو اینجا مینویسن و بعد با پسوند فایل ها داخل پایتون با پسوند پی ایدریک ذخیره میشن. شما بعد میتونید این فیلم رو پیدا بکنید، اون رو دانلود کنید. داشتم میگفتم که برنامه داخل پایتون به پسوند پی وای هستن. شما میتونید فایل رو داخل نوتپد پلاس پلاس بنویسید و اون رو با پسوند پی وای ذخیره کنید و سپس برای اجراش باید برید سی ام دی رو باز کنید و دستور پایتون فاصله اسم اون فایل رو فراخونه کنید. مثلا اگه من اسم فایل رو گذاشتم test.py، اینجا می‌نویسم python test.py، برای من اون فایل اجرا میشه به شرطی که تو مسیری قرار داشته باشم که اون فایل وجود داشته باشه. یه راه اینه که بچه ها میان از این راه استفاده میکنن، یه راهش میتونه اینجوری باشه، ولی این راه خیلی به درد برنامه‌نویس‌های حرفه‌ای نمیخوره چون قابلیت‌های خیلی زیادی نداره. مثلا شما یه متغیرهایی داخل کدتون تعریف میکنید، میخواید اون متغیرها رو ببینید، مثلا یه آرای اینجا هیچ قابلیتی براتون وجود نداره مگر اینکه پرینت بگیرید داخل صفحه نمایش ببینید، ولی ما بهتره بریم از یه پکیج هایی که از پایتون تهیه شده و فری هستن اونا رو بگیریم. اونا خیلی بهتر میشه داخلشون برنامه نویسی پایتون رو انجام داد، خیلی قابلیت های زیادی دارن که ما در قسمت بعد یکی از معروفترین اونا رو معرفی خواهیم کرد.